اسمیم بی دیگر چه وانمایی در چشم سار تحقیق آبی که نیست ماییم هرچند در نظرها داریم ناز گوهر یک سر چو سلک شبنم در رشته هوایی بر موج قطره جز نام فرقی نمیتوان بست ای غافلان دوی چیست ما هم همین شمایی راهی به سعی تمثال وا شد ولی چه حاصل آینه نردبان نیست تا ما ز خود براییم بی نسبتی از این وزن بیرون نشاند ما را بر گوش ها گرانیم از بس که تر صداییم گر رنگ گل پرستیم یا جام می به دستیم این جنون عشق است ما با که آشناییم با دل اگر جوشیم دل کجا خروشی دود همین سپندیم بانگ همین درایین در انتهای شب به نام خدا دوستان سلام در انتهای شبی دیگر در خدمت شما یارانیم و به دنبال سلسله گفتارهای درباره نظریه ادبی معاصر امشب یکی از مکتبهای مهم نقد ادبی معاصر را بررسی خواهیم کرد مکتب ساختارگرایی که بیتردید تردید پر آوازه ترین جنبش قرن بیستم در حوزه نقد ادبی است هرچند بدیهی است در این فرصت کوتاه مجال پرداختن به همه زرایف ساختارگرایی نخواهد بود خواهیم کوشید شمیه از آن را بیان کنیم واژه ساختار یکی از اصطلاحات پرکاربرد و رایج در حوزه های مختلف علوم است ساختار اجتماعی ساختار استخوانبندی انسان ساختار لاگه های زمین ساختار ذهنی انسان و صدها و هزاران ترکیب دیگری که با کلمه ساختار به کار برده می شود نشان دهنده اهمیت این مفهوم در جهان امروز است منظور از ساختار مجموعه عواملی است که موجب پیوند عناصر یک کلیت می شود به شکل ساده تر، ساختار رابطه و پیوند اجزای یک مجموعه است به عنوان مثال مجموعه اعداد فرد یک ساختار است زیرا بر اساس یک قاعده کلی تمام اجزایان به یکدیگر پیوند خورده است بدن انسان نیز دارای یک ساختار است زیرا مجموعه اندام های انسان بر اساس طرح خاص با یکدیگر پیوند خورده و کلیتی واحد را پدید آورده است هر عملی که ما انجام می دهیم بر اثر کنش و واکنش در اجزای این ساختار است به این ترتیب می توان گفت ساختار همچون اندام باری است که تمام عناصر سازنده آن در هم تاثیر متقابل دارد با توجه به توضیحی که درباره معنای ساختار دادیم روشن می شود که یک متن ادبی نیز دارای ساختار است زیرا بدیهی است که متون ادبی نیز از مجموعی عناصر تشکیل شدند. عناصری چون طرح زبان در اون ماگه یا همان تم لحن شخصیت معنا و موضوع که همنشینی آنها موجب خلق یک متن ادبی می شود با بررسی نخستین متون ادبی که از هزاران سال گذشته به ما ارث رسیده در میابیم ویژگی نظم و ساختارمند بودن در تمام این آثار وجود دارد اما رواج و گسترش اصلاح ساختار در معنای امروزینان به حدود شست سال پیش برمیگردد یعنی زمانی که برخی از نظریه پردازان مفهوم ساختار را وارد حوزه علوم انسانی کردند تا پیش از این تاریخ مفهوم ساختار بیشتر در حوزه علوم تجربی محدود میشد برای یک مهندس بسیار بدیهی بود که ساختار یک پل فلزی یا ساختار برگ گیاهان را بررسی کند اما به کارگیری این روش درباره پدیدههایی چون شعر یا داستان بسیار قریب می نمود. علت این امر نیز بیش از هر چیز آن بود که ادبیات امر چندان منظمی به نظر نمی آمد. اثر ادبی بیشتر تجلی زیبایی از احساس و تخیل خالق ادبی بود بنابراین چندان ضرورتی نبود که آن را همچون یک شیء واقعی مورد بررسی قرار دهند در دهه های چهل و پنجاه قرن بیستم برخی پژوهشگران به این واقعیت دست یافتند که بسیاری از پدیده های احساسی و ذهنی انسان دارای نظم درونی است به عنوان مثال هنر اقوام بدوی یا زبان قبایل آفریقایی امری تصادفی و بیقاعده نیست. در پشت تمام این بنیادهای فرهنگی دریایی از نظم و قانون نهفته است که کشوان به دقت و دانش فراوانی نیاز دارد. پدیده های عدبی نیز از همین نوعند. یک شعر فقط تجلی ساده ی ساسات شاعری تنها نیست، این شعر ممکن است قانونی را در خود پنهان کرده باشد که به قدمت تاریخ بشر عمق و جرفا دارد در این قسمت برای درک بهتر این معنا به دیوان حافظ تفاولی میزنیم دل می رود زدستم صاحب دلان خدا را در داک راز پنهان خواهد شد شکارا کشتی شکستگانی می باد شرط برخیز باشد که باز بینیم دیدارا شنارا ده روز مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا آینه سکندر جام می است بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا ای صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن در بیش بینوارا سرکش مشو که چون شم از غیرتت بسوزد دلبر که در کف او موم است سنگ خارا آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی کین کیمیای هستی قارون کند گدارا خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند ساقی بده بشارت پیران پارسا را حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را گر مطرب حریفان این پارسی بخواند، در وجد و حالت آرد پیران پارسارا قزل مشهور و ترابنگیزی بود از حضرت حافظ بیشتر فارسی زبانان این شعر حافظ را شنیده یا اند، اما آیا تا کنون اندیشیدیم، ایم علت لذت بردن ما از این قزل چیست؟ شاید اولین عامل وزن خوشاهنگان باشد اما مگر شاعران دیگر در این وزن شعر نسرودند شاید علت معنای عمیق آن باشد اما معنا را چه چیز در زبان می سازد؟ شاید هم نشینی زریف و رندانه واژگان آن اما به راستی عامل این زیبایی و زرافت چیست؟ شاید یکی از عوامل مهم زیبایی این شعر دقت در رابطه میان عناصر آن باشد به عبارت ساده تر شاعر به گونه ای واژگان شعر خود را در کنار هم چیده است که با تمام عناصر متن بیشترین ارتباط را برقرار می کند به این ترتیب می توان گفت ساختار این شعر از بهترین نظم ممکن برخوردار است به این بیت یک بار دیگر گوش کنید دل می رود زدستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا رفتن دل از دست به معنای عاشق شدن است صاحب دلان را نیز در شکل اولیه می توان به معنای افراد صاحب کمالات تعبیر کرد شاعر عاشق از مردمان صاحب کمال طلب کمک می کند دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را با کمی دقت بلافاصله این معنای دوم به ذهن می آید که شاعر دلی را از دست می دهد اما از طرف مقابل او از کسانی که صاحب دلند طلب کمک می کند. در واقع او از قارتگر دل خود تمنای کمک می کند. از نظر تصویری نیز این مصرا ارزش فراوانی دارد. وقتی شاعر می گوید دل می رود زدستم، ما تصویری انتظایی از یک دست می بینیم که چیزی را از کفان رو بودند، گویی انگشتان او با حالت تمنا به سوی دراز شده و چیزی را که ربوده شده است طلب می کند. این تصویر با تصویر جمله دوم مصراع نزدیکی فراوانی دارد. صاحب دلان خدا را. در این جمله ما با تصویری خیالی سر و کار داریم. گویی که کسی با حالت تزرع چیزی را درخواست می کند و حتی برای این خواسته خود خدا را قسم میدهد. ترکیب تصویر اولیه دست و تصویر انسان طالب هماهنگی دلنشینی را پدید میآورد که در ناخداگاه ما تأثیر میگذارد و ایجاد لذت می کند. دل گنجینه اسرار است، رازهای پنهان ما در شرفهای دل جای دارد معنای اولیه این شعر آن است که شاعر عاشق شده است و از رسوایی عشق می ترسد. اما ساختار واژگان بلا فاصله معنای دوم ایرانیز تدایی می کند شاعر دل خود را از دست داده است اما این دل گنجینه رازهای اوست ترس او از آن است که این گنجینه اسرار که از کف او رفته است گشوده شود گوش کنید دل می رود دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا اگر معنای دوم این بیت را در نظر بگیریم یکی از هزاران علتی آشکار می شود که موجب تأثیر و زیبایی این شعر است شاعر دل را چون گنجینه اسرار فرض کرده است و از آن میترسد که با از دست دادن آن رازهای پنهانو آشکار شود این تعبیر به مفهوم استعاری دل جنبه شیعی واره می دهد. ما واژه دل را نه چون یک مفهوم انتظایی بلکه همچون جسمی واقعی حس میکنیم. به این ترتیب وقتی شاعر میگوید دل می رود زدستم احساس می کنیم یک شیء ملموس و واقعی از دستان او رو بوده شده است. گویی جای خالی آن در سینه شاعر چون حفری بزرگ باقی خواهد گفتیم ساختار به معنای پیوند و ارتباط عناصر سازنده یک مجموعه واحد است این اصطلاح نخست در زمینه علوم تجربی رایج شد و سپس به حوزه علوم انسانی را یافت شیوه بررسی منتقد ساختارگرا برای تحلیل یک شعر یا داستان بسیار شبیه شیوه است که یک ریاضیدان برای بررسی شکل هندسی به کار می‌گیرد. منتقدانی که تاریخ نقد ادبی را نگاشتند معتقدند رواج فناوری پیشرفته و ضرورت مدیریت های کلان در جامعه سنتی یکی از عوامل رواج ساختارگرایی است انسان نیمه دوم قرن بیستم به این طرف روزانه با قوانین مدون و مفاهیم تعریف شده سر و کار دارد بنابراین چندان دور از ذهن نیست که اموری چون ادبیات را نیز در قالب یک ساختار ببیند انسان این اصر دیگر قادر به درک مفاهیم بیشکل و تصادفی نیست از این روی به تمام جلبه های حیات خود به شکل سامانمند و ساختاری می نگرد. اما فراتر از این تحلیل اجتماعی آنچه برای منتقد ادبی اهمیت دارد کاربرد ساختار در ادبیات است اگر ارزش یک متن ادبی را در بار معنایی و عاطفیان به سنجیم کارکرد ساختار در این میان روشنتر می شود. در شعر حافظ دیدیم که ساختار ظریف واژگان باعث پدید آمدن معناهای دوم و سوم و تصویر سازیهای پنهان شد. ساختار دقیق و هوشمندانه به یک متن کمک می کند تا ارتباط میان عناصر خود را افزایش دهد با افزایش این پیوندها امکان تفسیر و چند لایه شدن متن نیز افزایش می یابد به این ترتیب شناخت کارکرد ساختار و بهره دقیق از آن موجب افزایش بار عاطفی و معنایی متن می شود و به این ترتیب بدیهی است که ارزش کلی متن نیز افزایش خواهد یافت. یکی از عناصر بسیار مهم هر متن ادبی نشانه های معناداران است. در یک داستان خصیص بودن یک شخصیت شاید نشانی از خصاصت یک گروه از افراد اجتماع باشد. در شعر یک قایق کوچک ممکن است نشانی از جهان قوتور در تقدیر باشد در داستانی دیگر قطعی سنگ ممکن است همچون نشانی از غرور یا خشک مغزی یک انسان به کار رود به این شعر توجه کنید مسیر آخرین تفتیش ها و ستاره براغ ترس کسی به او خواهد گفت که شیشه را پایین بیاورد و مثل گل سرخ دهانش را وا کند کسی به او خواهد گفت که دستهایش را مثل برگی دراز کند و مثل قنچه پیاده شود کنار دیواری که قلبها شمرده می شود و نزدیک جوی آب روان چند پوکی خالی افتاده است آنچه شنیدید قطعه آغازین شعری با نام فلسطین سروده آقای محمد باقر کلاهی اهری است شاعر در این شعر از نشانه های متعددی استفاده کرده است ستاره براغ ترس سردوشی سرباز رژیم سهیونیستی را تدایی می کند که کسی را به سوی قربانگاه میبرد. این ستاره در عین حال نشانه ستاره داوود نیز به شمار می آید. قنچه رنگ خونان فلسطینی را تدائی می کند که به سوی قتلگاه می رود. اما نشانه قلب فشرده شده از ترس نیز به شمار می آید. از همه مهمتر پوکه های خالی افتاده در کناره جوی آب است که همچون نشانی مرگ استنباط می شود. گلوله هایی که در قلب انسان دیگری نشسته و اینک پوکه های آن بر کنار آب افتاده است. در این قسمت برای آشنایی بیشتر با مفهوم ساختار متن و پیوندهای نشان شناسی آن داستانی را مرور می کنیم. داستان اولین سکه نوشته ی ویلیام مارچ. چارلی برای اینکه تا حدی از باد شدید و پرقدرت در امان بماند کنار در بوز کرد و توی خودش جمع شد اما وقتی پیرزن و سگش را دید که دارند جلو می شانه‌هایش را بالا داد و با بیخیالی رفت طرف آنها به خودش گفت اگر با این پیرزن کار رو شروع کنم راحت تره کمتر خجالت می کشم پیرزن ایستاد و از بالای عینکش خیره خیره به چارلی و کفش های کهنه و دست های کسیف و سرخش و صورت اصلاح نکرده یا نگاه کرد طول سگ ماده به بدنش کشی داد و در آن هوای سرد رقصان پیش آمد و شلوار چارلی را بو کرد و بعد زوزهای کشید یک دفعه لبخند از لب چارلی مه شد و حرف هایی را که چند بار دم در تمرین کرده بود از یادش رفت وحشت کرده بود با دست پاچگی حرف میزد. زد به پیرزن می گفت که اولین بار است که گدایی می کند و به خدا راست می گوید او ولگرد نیست همین چند ماه پیش مثل همه سر کار بوده و برای اولین بار است که آمده گدایی آخر او دو روز است که چیزی نخورده او آدم شرافتمندی است و خانم باید باور کند چون این برایش خیلی مهم است خانم باید به خاطر خدا حرفهایش را باور کند پیرزن کیفش را باز کرد و یک سکه ده سنتی انداخت کف دست چارلی اینک؟ چارلی روی نیمکتی در پارک واشنگتن اسکوئر نشسته بود و سکه را محکم توی مشتش می و با پاشنه کفشش گله های کثیف و سفت برف را له می کرد. چند دقیقه بعد باید بلند می شد و چیز گرمی برای شکمش که حالا به قار و قور افتاده بود می خرید. اما اول، باید روی آن نیمکت کمی می نشست و با احساس خفت و خاری کنار می آمد. صورتش را رو گذاشت روی کف فلزی و یخصده نیمکت. در دل خدا خدا می کرد آنهایی که بهش نگاه می کنند نتوانند بفهمند او احساس پستی و حقارت می کند. به خودش گفت هیچ چیز توی زندگی نداشتیم الا یک جو شرف که حالا اون رو هم نداریم فکر کنم خیلی ارزون فروختمش زیبایی و تاثیر این داستان برای چیست؟ بی تردید معنا و پیام تکان دهنده داستان مهمترین عامل تاثیر گذار بودن آن به شمار می رود. اما عاملی که این معنا را پدید می آورد همانا ساختار و همنشینی هوشمندانه عناصر آن است. هر یکی از واژگان و عناصر این داستان در جای دقیق خود قرار گرفته است و اگر بخواهیم آنها را حذف یا جابجا جا کنیم به زیبایی داستان آسیب جدی وارد می شود.